با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز همراه با رسانه سلاح مدیا امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشین اخیرا کارگروه کارشناس نظامی MSAI با انتشار فایلی از یه پروژه ادعا کردند که این پروژه یکی از اهداف در دست توسعه و ساخت برای نیروی دریایی ارتش ایرانه و ایران قصد داره با ایجاد کاربری روی این کشتی های تجاری و ترابری اونها رو به سکوهای پرتاب موشک متحرک در عرصه دریا تبدیل کنه. امروز در رسانه سلاح مدیا با همکاری دوستان عزیزمون در رسانه پارتیزان قصد داریم در رابطه با این موضوع با هم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که این ادعای صورت گرفته تا چه میزان واقعیت داره و در صورت واقعیت چه کاربرد و کارایی برای کشورمون میتونه داشته باشه. در این برنامه ما برنامه رو به سه قسمت مختلف تقسیم میکنیم. در ابتدا به معرفی و بررسی این طرح میپردازیم و دوم به تحلیل جزئیات و ریز طرح میرسیم در قسمت سوم و جنبندی نهایی هم به این موضوع میپردازیم که آیا این طرح کاربرد مفید و خوبی برای کشورمون در آینده خواهد داشت یا نه برای پاسخ به این سوالات لطفا تا انتها با ما همراه باشید ازتون میخوام قبل از هر چیزی افتاده این ویدیو رو لایک بزنین و اگه تا کانال خودتون رو سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید همونطور که در بخش اول ویدیو و بخش مقدمه گفتیم کارشناسان گروه نظامی MSIA تصمیم گرفتن که با انتشار یک فایلی ادعایی رو مطرح کنند که شاید مدتها پیش در فضای مجازی گاهن اخباری در رابطه با اون به گوش می رسید. یعنی یک ناو تغییر کاربری داده شده برای حمل و پرتاب بوشک های بالستیک و کروز حال ما فرض بگیریم که این ادعا درست باشه و چنین پروژه‌ای در کشورمون قراره که انجام بشه میخوایم ببینیم بر اساس این طرح منتشر شده این ناو چه ویژگی هایی داره در اولین قدم این گروه از آن کرده که این طرح بر اساس ناف بندر مکران با وزن 120 هزار تن انجام شده یعنی یک ناو از نوع مکران در اون ابعاد و اون وضع قراره که مثل مکران وقتی که تغییر کاربری داده شد و به ناو بندر تغییر کرد این ناو هم از حالت یک نفت کش یا یک کشتی تجاری تغییر کنه و به یک ناو موشکانداز انداز تبدیل بشه اما حالا میخوایم به ریز و درشت این ناو بپردازیم ببینیم این ناو چه سلاحایی هم میکنه و چه تجهیزاتی داره پس با بخش تسلیحات این ناو شروع میکنیم این ناو از نظر کلی دو دکل رادار داره که یکی در جلو و یکی در عقب اون به کارگیری شدن چندین نوع رادار از جمله رادارهای برده بلند در نقش پیش اختار که در جلوی ناو نصب شدن و رادار هدایت موشک ها که از کلاس چشم و در عقب ناو نصب شده چندین نوع رادار کوتاه برد از رادارهای خانواده افق برای هدایت تسلیحات و هواشناسی و سرچ منطقه‌ای هم روی دکل‌های این رادار به کارگیری شده. سیستم های الکتروپتیکی هم برای امر هدفیابی و هدایت تسلیحات هم روی این تر به کارگیری شدن که بخش جالبی میتونن در این تر داشته باشن. شاید بشه جالبترین بخش طراحی این ناو رو موشک های اون دونست. موشک های این ناو در چندین نوع به شکل عمود پرتاب روی اون نصب شدن ولی هرچند که موشک های مایل پرتاب هم داره اما موشک های نصب شده روی این ناو در دو بخش بندی میشن موشک تدافعی و موشک تهاجمی در بخش جلویی ناو موشک های فتاح یک به کارگیری شدن موشک فتاح یک یه موشک بالستیک از نوع هایپرسونیکه که تا 1400 کیلومتر برد داره و در نمونه رونمایی شده نمونه مایل پرتابون اون دیده شده اما اینجا نمونه امود پرتابون اون رویت میشه که خودش جای بسی تعمل داره و شاید بشه گفت که کار ساخت نمونه امود پرتابون اون برای کار در محیط دریا در حال انجامه در بخش دوم تسلیحات تهاجمی موشک های طلایی جایی دارند موشک طلایی یه موشک از نوع کروز با کارایی ضد کشتیه که دارای برد قابل توجهیه و در اختیار یگانهای موشکی نیروی دریایی ارتش هم قرار داره این موشک هم مثل فتاح در نمونه مایل پرتاب تا حالا دیده شده و نمونه در تصویر و نمونه عمود پرتابه که باید گفت ما با توجه به رویت این دو مدل اگه ما بخوایم اونا رو بکارگیری کنیم روی چنین ناوی قطعا باید نمونه عمود پرتاب اون رو توسعه بدیم این دو موشک یاد شده تنها سلاحهای تهاجمی این ناو محسوب می شدن و الباقی موشک هایی که در این ناو به شدن تماما تدافعی هستند. این ناو برای بخش های پدافندی و تدافعی خودش از دو موشک استفاده میکنه. موشک سیاد چار که به شکل عمود پرتاب در بخش جلویی ناو به کارگیری شده. این موشک یه موشک پدافندی از نوع زمین به هواست. بردی بیش از 300 کیلومتر داره و در قالب سامانه پدافندی چون باور سه هم قبلا به کارگیری اون دیده شده. این موشک برد قابل توجهی داره و کارایی بسیار بالایی از خودش نشون داده. نصب نمونه عمود پرتاب اون در دریا میتونه که خیلی کارگشا باشه چون که برد بسیار بالا و سطح کارایی فوق‌العاده اون میتونه یک پدافند بسیار قابل اتکار برای ناو مذکور به وجود بیاره. با توجه به کارگیری و اون بیس طراحی سیاد 4 میشه انتظار داشت که سایر موشک های خانواده سیاد خصوصا نمونه امود پرتاب و جدید موشک سیاد سه هم احتمال بکارگیری اون در این طرح وجود داشته باشه اگه چنین طرح رنگ بوی واقعیت پیدا کنه میشه این موضوع رو متصور بود اما موشک سیاد 4 تنها سلاح تدافعی این ناو محسوب نمیشه موشک های مایل پرتاب نه دی بخش دوم موشک های پدافندی این ناو رو تشکیل میدن های پدافندی کلاس نوه دی که بر اساس تر های پدافندی خانواده تائر برای بردهای کوتاهتر توسعه پیدا کردن دارای چندین نوع سیستم هدایتی هستند و به خاطر همین موضوع تنوع سیستم های هدایتی بالای خودشون کارای بسیار خوبی دارند و میتونن برای این ناو به بخش قابل توجهی از سیستم پدافندی برد کوتاه تبدیل بشن. موشک های پدافندی نوه دی در سه قسمت که دو پرتابگر در جناهین و یکی هم در بخش پاشنه عقبی ناو به شده. در سایر بخش های دفاعی ناو هم هفت توپ فت متعلق به سامانه پدافندی کمند به شده که میتونه نکته بسیار قابل تعملی برای این ناو باشه چون که ما تا حالا این میزان کمیت سامانه پدافندی کمند رو روی هیچ ناوی نداشتیم. از سایر بخش های این ناو میشه به پد بالگرد، تجهیزات امداد، جرسقیل بارگذاری و سایر موارد دیگه اشاره کرد. دو نکته منفی در رابطه با این ناو وجود داره. نکته اول نبود آشیانه بالگرد برای این ناوه که شاید بشه نکته منفی طراحی اون حسابش کرد. اما نکته فوقلاده منفیتر و بدتر ماجرا نبود سیستم های پدافندی کوتاه برده. ما موشک نهده ای رو دیدیم در طراحی ناف که یک موشکی با برد 20 کیلومتری و فوق العاده هم اما ما موشک های کوتاه از نهده ای رو هم داریم موشکی بسیار کارآمد چون موشک آزرخش یا نمونه های دیگه ای که در کشورمون در حال توسعه و ساخت هستند یا عملیاتی هستند حال که قرار بر اینه که موشک نهادهی به شکل مایل پرتاب به کارگیری بشه چرا نمونه از موشک آزرخش هم روی این ناو به کارگیری نشه اونم به صورت مایل و لانچرهایی در های ناو این موضوع میتونه خیلی کارگوش باشه برای این ناو اما نکته فوق العاده مثبت و قابل تحمل در طراحی این ناو در بخش ده این ناو طراحی شده یعنی قسمتی که روی رادار چشم و و روی دکل عقبی قرار داره شما دوستان عزیز در بخش ده که روی بخش بالایی رادار چشم عقابه در بالاترین بخش ناو رادار مخصوص کشف پهپادهای انتحاری و ریسپرنده ها رو مشاهده میکنین توجه به نصب این رادار میتونه که نشون بده در طراحی این ناو به سطح تهدیدات روز توجه خاصی شده چون که امروز پهپادها و ریسپرنده ها اولویت انجام معمولیت های تروریستی، تهاجمی و تدافعی محسوب میشن به عنوان جنبندی نهایی میشه اینطور گفت که این ناو در صورت ساخته شدن و به کارگیری به همین شکلی که ما در تهر دیدیم با برد تهاجمی 1000 تا 1400 کیلومتر با موشک های و فتا و با برد پدافندی 20 تا 300 کیلومتر با موشک های دی و سیاد میتونه که براحتی یک وزنه بسیار سنگین باشه در انجام معمولیت های دفاعی از ناوگان های دریایی در برابر همه تهدیدات ممکن و یا حتی انجام معمولیت های تهاجمی از عرصه دریا در هر نقطه ای که فکرش رو بکنید چون ناو یک حامل متحرک در عرصه دریا میتونه حرکت کنه از هر نقطه ای که بتونه برد موشکش برسه میتونه موشک خودش رو شلیک کنه و سریعا از منطقه خارج بشه به خاطر داشتن اون کمتر میشه اون رو پیدا کرد یا نقطه شلیک بعدی رو پیشبینی کرد مزیت ناوها در اجرای نقش سکوی پرتاب و موشک این مزیت که گفتیم اون رو و باید به این موضوع برای ساخت ناوهای جدید به شدت توجه کرد حال ما به عنوان یک ایرانی باید منتظر بمونیم و ببینیم آیا در آینده چنین طرحی در سخنان فرماندهان ارشد نظامی کشورمون پدیدار میشه یا نه اگه چنین تری پدیدار شد واقعا میتونیم بگیم یک برگ تازه در ایجاد بازدارندگی کشورمون باز شده برگی که شاید کمتر موقعی قبلا به اون توجه میشد یعنی ظرفیت بالای ناوهای تجاری در تبدیل به سکوهای پرتاب و موشک در تبدیل به کشتی های جنگی در تبدیل به ناو بندرها و کشتی های پشتیبانی بسیار کارآمد. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید از تک تک شما دوستان عزیزم متشکرم که با نگاهی گرم و پر ما رو تا دنبال کردید تا دیداری دیگه تک تکتون تک به خداوند بزرگ و متعال میسپارم در پناه پروردگار متعال شاد و سربلند باشید تا درودی دیگر بدرود